سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب. در این جلسه میخوایم ادامه تست ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، تست های ساختار لوئیس رو، و در از حالا یه ذره سرعتی تر هم اونها رو حل کنیم. یعنی اینکه دیگه حالا خیلی نیایم در مورد ترسیم با هم دیگه صحبت کنیم، سعی کنید که ساختارها رو برای اینکه سرعت عملتون بره بالا، ساختارها رو به ذهن بسپارید. الان میبینید خیلی از سوال ها ساختارها یا در از مواد یا ترکیب هایی که دارم به شما میگن ترکیب های تکراریه، پس ساختارها هم قاعدتا با تکرار تو ذهن شما میمونه. سعی کنید توی این مسیر حرکت کنید، ساختارهایی که بیشتر سوال خیزه یا ترکیب هایی که سوال خیزتره رو حتما تو ذهن بسپارید. با من همراه باشید. سوال 150 رو نگاه کنیم. گفته در کدام ردیف جدول زیر تمام داده ها درباره مولکول پیشنهاد شده درسته؟ خب 4 تا مولکول گفته، داره یه سری ویژگی ها پیرامون ساختارش میگه و گفته که حالا ساختارها رو ترسیم کن سری ببین کدومه درسته. بیا پای تخته. سوال 150 اولیش SO3 که اگر شما در از ساختارش بخوای ترسیم کنی، اول تعداد الکترون هاش میشه 4 ضرب در 6 که میشه در از 24 تا الکترون. S رو میذاریم وسط، OH رو با پیوند یگانه بهش ترس وصل میکنیم، بیرونی ها رو اکتت میکنیم، 3/8 میشه 24 تا. پس تعداد الکترون هامون رو مصرف کردیم، همه چی تمومه، ولی S هنوز اکتت نشده. یه جفت پاک میکنیم، جفت ناپیوندی، یه جفت پیوندی اضافه میکنیم، میشه ساختار SO3. SI H4 دقیقا مثل CH4ه، یعنی SI میفته وسط، 4 تا H شما بهش متصل میکنی که اینو خیلی راحت با روش اول میتونی سریع ترسیمش کنی. NF3 این هم دوباره با روش اول میتونیم خیلی سریع ترسیمش کنیم. به این شکل. و H2S که میبینی خیلی شبیه H2Oه، یعنی S اتم مرکزیه با پیوندهای یگانه متصل به H ها، و در اصل شما دو جفت الکترون ناپیوندی داری. حالا گفته که مجموع الکترون های لایه ظرفیت، مجموع الکترون های لایه ظرفیت تو SO3 24 تاست، توی SiH4 میشه 4 به علاوه 4 که میشه 8 تا، توی NF3 میشه 5 به علاوه 7 تا 21 میشه 26 تا، و توی H2S میشه 2 به علاوه 6 که میشه 8 تا. که تا اینجا همه چی درسته. شماره پیوند ها توی اولی 4 تا است، توی دومی 4 تا، توی بعدی 3 تا، و توی آخری 2 تا. این هم درسته. تعداد جفت الکترون های ناپیوندی اینجا جفت رو خواسته 1 2 3 4 5 6 7 8 تا، درسته. اینجا گفته یه دونه اصلا نداره، پس فعلا گزینه دوم رد میشه. گزینه سوم گفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا، درسته. و آخری هم گفته 4 تا غلطه، 2 تا بوده. و تعداد الکترون های پیوندی، چون گفته الکترون های پیوندی، شما پیوندا رو میشمارید ضرب در 2 میکنی، 1 2 3 4 8 تا گفته تعداد الکترون های پیوندی، ولی اینجا گفته 4 تا، یعنی تعداد پیوند هاشو فقط شمرده. تعداد پیوند ضرب در 2 میشه تعداد الکترون های پیوندی، پس 1 هم غلطه. جواب میشود گزینه سوم، یعنی NF3 ردیف سوم. بریم سراغ سوال بعدیمون، سوال 151. سوال 151 گفته با توجه به جدول زیر در چند مورد نام ترکیب داده شده درسته، اما ساختار لوئیس آن نادرسته. خب SCl2 گوگر کلورید در صورتی که باید دی کلورید باشه، پس این نامش غلطه. هیچ. SiF4 سیلیسیوم تترافلورید نام درسته، ساختار باید غلط باشه ولی ساختار درست، پس هیچ. CS2 میشه کربن دی سولفید، نمیشه کربن دی گوگرد، غلطه، پس این هم هیچی. PF3 میشه فسفر تریفلورید نام درسته، ساختار غلطه. کجای ساختارش غلطه؟ روی پی باید یه جفت الکترون ناپیوندی داشته باشه، یا اینکه تو میتونی بگی آقا مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی برابر با مجموع الکترون های لایه ظرفیت دیگه، که اینجا این برابری وجود نداره.
پس یه دونش، یه دونه از این چهارتا در از این شرطو در از داره، پس جواب میشه گزینه 151 میشه گزینه 1. سوال 152 گفته چند مورد از مطالب زیر درسته؟ الف نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی در مولکول CO با مولکول SF2 برابر است. خب بیا پای تخته سریع ترسیمش کنیم. سوال 152 الف یه دونه کربن مونوکسید رو باید ترسیم کنیم، یا حالا ما سریع ترسیمش میکنیم، یه دونه SF2 رو باید ترسیم کنیم که این هم توی در از تستای قبلی چون بارها ترسیمش کردیم دیگه سریع ترسیمش کردیم. نسبت شما جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی، اینجا ناپیوندیش به پیوندی جفت الکترون میشه 2/3، اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه 8/2 که مساوی است با 4. پس الف غلط. به در ساختار لوئیس XO3 اگه X متعلق به گروه 16 باشه، XO3 X متعلق به گروه 16 چی میاره تو ذهن من و تو؟ SO3 رو میاره تو ذهن من و تو. خب گفته دو نوع پیوند بین اتم ها مشاهده میشود. بله دیگه، پیوند یگانه داره، پیوند دوگانه هم داره. به من SO3 رو بخوام ترسیم کنم، همین الان توی این سوالهای قبلی اینجا نه این بالا ترسیمش کرده بودم که گفتیم دیگه ساختار به این شکله که هم یگانه وجود داره هم دوگانه، پس به درسته. پی گفته در مولکول N2 بین دو اتم نیتروژن یه پیوند سگانه وجود داره. بله درسته، N2 رو اگه بخوایم ترسیم کنیم ساختارشو با همون روش اول خیلی سریع راحت میتونی تک الکترون ها رو با هم وصل کنی دیگه، که میبینی یه پیوند سگانه وجود داره، پس فهم درسته. تی گفته مناسب ترین پیشنهاد برای ساختار لوئیس O3 به صورت فلان است، که این غلطه. چرا غلطه؟ اولا ساختار O3 رو تو ذهن داریم که اینه، این ساختار O3، یا درست میتونی ترسیمش کنی، O3 رو ترسیم میکنی میبینی ساختار اینه. بعد حالا ببینیم ایراد اون ساختار چیه. تو اون ساختار اینجا مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی 2 4 6 8 10 12 14 16 18، یعنی تعداد الکترون هامون اینجا 18 تاست. حالا تو اون ساختاری که ترسیم کرده که این بوده، درسته، اینجا 8 تا الکترون، اینجا هم 8 تا الکترون، یعنی کلن شده 16 الکترون. پس میبینی اصلا 3 تا اکسیژن 3 6 تا میشه 18 تا. O3 در لایه ظرفیت خودش 18 الکترون داره، در صورتی که ساختاری که ترسیم شده 16 الکترون داشته. پس این ساختار ساختار غلطی بوده و ساختار درست همون ساختار قسمت، یعنی ساختاری که الان ما برای شما ترسیم کردیم. پس الف و ت غلط بود، ب و پ درست بود، جواب میشه گزینه دوم. بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال 153 رو نگاه کنید. گفته اگه در ساختار مولکول XCO4 همه اتم ها از قاعده اوکتت پیروی کرده باشن، یعنی همه داره میگه از قاعده اوکتت پیروی کرده باشه، یعنی همه هشتایی شده باشه، نسبت شما جفت الکترون های ناپیوندی به تعداد پیوند ها کدام است؟ یه نکته که فقط باید قبل از ترسیم بهش اشاره کنیم، این XC است. XC گاز نجیبه، یعنی زنون. خب این زنون من و تو ذهنمون بودش که تمایل به انجام واکنش ندارد. نه من و تو غلط الان تو ذهنمون بوده، چون کتاب میگه تمایل به انجام واکنششون ناچیزه. یه سری ترکیب ها اینها تشکیل دادن، اون در اصل گاز نجیب پایینی ها مثل زنون، مثل کریپتون، ازشون یه چند تا ترکیب شناختیم و تونستیم تولید کنیم. یکیشون مثل همینه که XCO4. حالا بریم ساختارش رو ترسیم کنیم. بیا پای تخته. 153. خب ببینید XeO4 گفته که در از همه هم از قاعده هشتایی پیروی کنه. اول بیایم تعداد الکترون ها رو محاسبه کنیم. خب یک گاز نجیب در لایه ظرفیت 8 الکترون داره، الکترون های ظرفیتی،
و اکسیژن در ظرفیت 6 تا داره، 4 6 تا میشه 24 تا، پس 8 به علاوه 24 میشه 32 تا الکترون. خب ایکس ای رو میذاریم مرکز، گفتیم جان در اصل اتم جانبی رو با پیوند یگانه به اتم مرکزی وصل میکنیم، بیرونی ها رو اوکتت میکنیم که میبینی در از 4 8 میشه 32 تا، 32 تا الکترون هم داشتیم مصرف کردیم، همه هم الان اوکتتن. خب از شما چی خواسته؟ نسبت شمار جفت الکترون های درسته، بله الکترون های ناپیوندی به تعداد پیوند ها، اینو از شما خواسته. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا جفت الکترون ناپیوندی داریم، تعداد پیوند هامون هم میشه 4 تا، پس 12 چهارم میشود 3، یعنی جواب میشود گزینه دوم که اینجا به صورت کامل هم شما مشاهده میکنید. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال 154 گفته که چه تعداد از مطالب زیر همواره درست؟ الف نسبت شماره کل الکترون های لایه ظرفیت به شمار کل الکترون های پیوندی اتم ها در مولکول کربن تتراکلورید کمتر از مولکول نیتروژن تریفلوریده. خب بیا پای تخته که ترسیم کنیم سریع. شمار کل الکترون های لایه ظرفیت به کل الکترون های پیوندی، الکترون های لایه ظرفیت به الکترون های پیوندی تو چه ترکیب هایی؟ یکیش کربن تتراکلورید CCl4. خب اینجا تعداد اول الکترون های پیوندیش اگه بخوایم به دست بیاریم از همون رابطه به دست میاریم دیگه، میگیم در از 5 ضرب در 8 که میشه 40 منهای 4 به علاوه 28، 4 هفته میشه 28 که میشه 32 تقسیم بر 2. اینجا این 40 منهای 32 تعداد الکترون های پیوندی رو داره به تو میده که 8 است. تعداد پیوند ها هم تعداد پیونده میشه 4 تا که گفتم 4 ضرب در 2 هم میشه 8، پس تا اینجا مخرج کسر رو شما به دست آوردی 8. صورت که از تعداد الکترون های لایه ظرفیتش هم بود 32 تا، 32 تقسیم بر 8 میشود 4، درست شد؟ پس توی CCl4. بعد ادامهش گفته توی نیتروژن تریفلورید یعنی NF3، دوباره تو NF3 تعداد پیوند میشه چند تا؟ میشه 4 ضرب در 8 منهای 5 به علاوه 21 که 26 تاست، اینجا 4 8 میشه 32 تا تقسیم بر 2، 32 منهای 26 میشه چند؟ میشود 6 تا. تعداد پیوند هامون هم 3 تاست، پس مخرج کسرمون تا اینجا 6 تعداد الکترون های پیوندی مونه. تعداد پیوند هامون هم 3 تا بود، تعداد الکترون های لایه ظرفیتش هم 26 میشه 26 تقسیم بر 6 که اینجا عدد قطعا از 4 بزرگتره دیگه، چون 4 6 میشه 24 تا، این بزرگتر از 4 میشه، پس الفت غلطه، الف درست نیست. ب قسمت ب گفته که اتم X14 میتواند ساختار لوئیس فلان را ایجاد کند. ساختار لوئیس چیه؟ گفته X درست شد، این ساختار رو گفته، گفته این X میتونه در از عدد اتمیش 14 باشه. خب X14 یعنی سیلیسیوم. سیلیسیوم در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون داره؟ تو گروه 14 دیگه، اصلا فرض کن عنصرش هم نمیدونی، گفته عدد اتمی 14 پس میشه تو گروه 14، پس تعداد الکترون های لایه ظرفیتش میشه 4 تا. حالا اینجا مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی چنده؟
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 تعداد الکترون ها شده 18 تا. اکسیژن ها هر کدوم 6 تا الکترون دارن، 2 6 تا میشه 12 تا، 18 منهای 12 میشه 6، برابر با 4 نمیشه. پس تعداد الکترون لایه ظرفیت X باید برابر با 6 باشه، برابر با 4 نمیشه. پس به هم غلط. P گفته مجموع جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در مولکول COF2 برابر با 10 است. مجموع جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی میشه در اصل نصف مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی شون. درست شد؟ چون اینجا جفتشو خواسته دیگه. تعداد الکترون، مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی اگه تقسیم بر 2 کنی میشه جفت الکترون، مجموع جفت الکترون های پیوندی ناپیوندی. خب مجموع الکترون های پیوندی ناپیوندی هم برابر بود با تعداد الکترون های لایه ظرفیت. پس فقط من تنها کاری که میکنم میام میگم COF2 تعداد الکترون هاشو به دست بیارم. کربن که 4 به علاوه اکسیژن 6 به علاوه فلور 7، 2 7 میشه 14 تا. پس جواب من میشود 24. پس تعداد در از مجموع جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی برابر میشه با 24 دوم، برابر میشه با 12، برابر 10 نیست. پس پ هم غلطه. این 24 برابر با مجموع الکترون های پیوندی و ناپیوندیه. درست شد؟ مجموع الکترون اینجا شما از شما مجموع جفت الکترون ها، اگه 24 تقسیم بر 2 کنی به جفت الکترون ها میرسی که میشه 12، این گفته 10. و ت گفته شمار پیوند های مولکول OF2 و CS2 با هم برابره. شمار پیوند هاشون رو بیایم با هم بررسی کنیم. این کنار می نویسم. قسمت ت گفته که OF2، بیایم تعداد پیوند هاش رو بررسی کنیم. تعداد پیوند میشه چند تا؟ اکسیژن دوست داره 8 تایی بشه، F هم دوست داره 8 تایی بشه، پس میشه 3 ضرب در 8 منهای O 6 تا، 6 به علاوه 2 هفته میشه 14 تا. خب اینجا که میشه 20 تا، اینجا میشه 3 8 تا 24 تا، 24 منهای 20 تقسیم بر 2 میشود 2. تعداد پیوند هاش 2 تاست. اون یکی هم گفته CS2 که CS2 تعداد در اصل پیوندهاش برابر بود با کربن، ستاشون دوستان هشتایی بشن، 3 ضرب در 8 منهای کربن 4 به علاوه 2 6 تا 12 تا، 3 8 تا 24 تا، 4 به علاوه 12 16 تا تقسیم بر 2 که میشه 24 به 9 16 میشه 8 تقسیم بر 2 میشه 4. پس میبینی با هم برابر نیست شمار پیوند هاش. پس گفته که چه تعداد از مطالب زیر همواره درسته؟ ته که غلط بود چون با هم برابر نیستن. پ گفته بود که 10 این 12 شد غلطه. ب گفته بود 14 که گفتیم در گروه 16، یعنی X ما مثلا میتونه S باشه یا O باشه که اصلا نمیتونه قطعا سیلیسیوم باشه. و الف یعنی به هم غلطه. الف هم گفته که نسبت شمار کل الکترون لایه ظرفیت به شمار کل الکترون پیوندی اتم در مولکول کربن تتراکوی کمتر است. آها، چون گفته کمتر است، این 4 شد، این یکی بیشتر از 4 شد، پس این کمتر از اینه دیگه. پس الفش در اصل درسته، فقط یه موردش همواره درسته. جواب میشه گزینه اول. بریم سراغ سوال 155. گفته اگه در مولکول آبی 4 همه اتم‌ها به آرایش 8 تایی پایدار رسیده باشن، تمام عبارات‌ها درست است بجز که حالا 4 تا گزاره داره. آ میتواند عنصری از گروه 16 باشد که خب همین الان میگیم قطعا غلطه، نمیتونه
در اصل از گروه 16 باشه، چون گفته همه 8 تایی باشن و در اصل نمیتونه. حالا جلوتر میام ترسیمش میکنیم براتون با ساختار. حالا میخواستم توضیح بدم، نه با ساختار بهتر درکش میکنیم، همون موقع با ساختار ترسیمش میکنیم. 2 آ در آن اتم مرکزی و فاقد الکترون ناپیوندی. 3 شمار پیوندها در این مولکول با شمار پیوندها در مولکول کربن دی اکسید برابر است. و 4 گفته که بی میتواند عنصری از گروه هالوژن ها باشد. که خب حالا قراره که ما این یه آبی 4 ترسیم کنیم اول، با چه شرطی؟ با این شرط که همشون به ساختار آرایش 8 تایی رسیده باشه، یعنی همه 8 تایی باشه. یعنی بیه مثلا هیدروژن نمیتونه باشه، چون هیدروژن به 8 نمیرسه دیگه، به 2 میشه. با این شرط بیایم یه آبی 4 ترسیم کنیم، بعد ببینیم کدام یکی از گزاره هامون گزاره درستیه. من تا تخته رو سری پاک میکنم، شما هم روش فکر کنید تا براتون ترسیم کنم. ببینید دوستان، در سال 155 سوال به ما گفته آبی 4 همه اتم ها باید به آرایش 8 تایی رسیده باشه. من خوندم گفتم آ غلطه. چرا غلطه؟ بیا ترسیم کنیم، با این ترسیمه راحت تر میشه درکش کرد. خب میبینید تو این ساختار آ باید با 4 تا پیوند یگانه به 4 تا در اصل بی متصل شده باشه، و اینکه بی ها هم چون همه گفتیم 8 تایین اکتدن، باید همه رو 8 تایی کنیم. آم که میبینید ساختارش 8 تایی شده، درست شد. خب این میشه ساختار آبی 4. خب ساختار آبی 4 آ میتونه عنصری از گروه 14 باشه، مثل مثلا CCL 4 کربن تترا کلورید، که دقیقا یه عنصری، یا سیلیسیوم تترا کلورید. پس عنصر آ میتواند عنصری از گروه 14 باشه. یا مثل سوال فکر کنم 153 بود که با هم حل کردیم، مثلا میتونه یک گاز عجیب باشه، XeO4ی که صورت سوال به ما داده بود. ولی عنصر نمیتونه عنصری از گروه 16 باشه. چرا؟ چون در این صورت این ساختار 8 تایی نمیتونه تشکیل بشه و ایجاد در ما نمیشه. پس یک قطعا غلط. 2 اینکه گفته آ میتواند عنصری از گروه 16 باشه، نه نمیتونه. دومیش گفته آ در آن اتم مرکزی یا فاقد الکترون ناپیوندی، که بله اتم مرکزی فاقد الکترون ناپیوندی، گفته شمار پیوندها در این مولکول با شمار پیوندها در مولکول کربن دی اکسید برابره. خب بیایم کربن دی اکسید و ساختارش رو بررسی کنیم. تعداد الکترون‌هاش میشه 4 به علاوه 12 میشه 16 تا. کربن رو میذاریم اتم مرکزی با پیوند یگانه به او وصل میکنیم، بیرونی ها رو اکتت میکنیم، 8 تا 8 میشه 16، 16 تا مصرف کردم. پس این دوتا رو خط میزنم دو مرتبه، در اصل پیوند هم دو مرتبه میکنم یا در اصل دوگانه میکنمش، که این میشه ساختار کربن دی اکسید. 2 2 4 اینم 4 تا پیوند درست. 4 هم گفته میتواند عنصری از گروه هالوژن ها باشد، بله درسته دیگه، همین الان گفتم مثلا کربن تترا کلورید یا سیلیسیوم تترا برومید، یعنی هالوژن ها میتوانند به جای بی قرار بگیرن، که شما تو ساختار هم مشاهده میکنید. پس در از 155 جوابش میشود گزینه 1، اینکه گفته تمام عبارات ها درسته بجز گزینه 1 که غلط بود. سعی کردم توی این تست ها مفاهیم رو تا حد امکان براتون تثبیت کنم. امیدوارم که توی این مسیر موفق بوده باشم و شما رو کمک کرده باشم. هرچند که بازم یه تعداد تست داریم که تو جلسه بعدی اونها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، حل میکنیم. امیدوارم قبل از اینکه جلسه بعدی رو نگاه کنی خود تستا رو یه مروری زده باشی، حلش کرده باشی، که فقط جنبه رفع اشکال برات داشته باشه تا بتونی بهتر مفهوم رو یاد بگیری. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم.